هیئت حوثی ها با دست به پر از تهران به صنعا برگشت با قراردادهایی که قدرت و نفوذ این شبه نظامیان شیعه را افزایش می‌دهد. سال هلسماد رهبر شاخه سیاسی حوثی ها ریاست این هیئت تجاری را بر عهده داشت، سفری حیاتی برای بقای این گروه در سیاست یمن. حوثی ها با انتشار بیانیه‌ای به صورتی کلی محتوای این قراردادها را منتشر کردند، قراردادی که طرف یمنی با تبلیغ در میان هوادارانش به شکل گرفتن امتیاز مطرح کرده، از جمله حمایت ایران از یمن با تامین نفت این کشور به مدت یک سال و ساخت و راه اندازی نیروگاه برق، زیرساخت‌های گاز و آبرسانی به مناطق شمالی یمن که عمدتاً شیعه نشینند. شاید از همه اینها مهمتر برای کشورهای عرب منطقه امضای قراردادی برای توسعه بندر حدیده باشد، بندری با موقعیت استراتژیک در غرب یمن، منطقه‌ای در نزدیکی باب المندب، تنها نقطه اتصال دریای سرخ و آب‌های آزاد، محل عبور کشتی‌های تجاری است که مایحتاج کشورهای عرب منطقه را تامین می‌کند. ایران در نگاه وسیعی که به منطقه داره صرفاً به دنبال یک رابطه اقتصادی محدود در یک منطقه محدودی با فروش چیزی را به دست آوردن یک چیز در برابر اون نیست، نگاه رو در یک افق بسیار وسیع‌تر داره می‌بینه. این سرمایه‌گذاری‌ها رو قبلاً هم کرده و در موارد متعددی از اون هم سودهای دراز مدت اون رو به دست آورده. نمونه مثل عراق نمونه از این دسته. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری پیشین یمن میگوید هیچ کدام از این قراردادهای ایران و حوثی ها قانونی نیستند. او که مورد حمایت عربستان سعودی است، بعد از تصرف صنعا پایتخت توسط حوثی ها حدود یک ماه پیش به جنوب کشور فرار کرد و عدن را به عنوان پایتخت اعلام کرد. او ایران را پشت پرده سقوط دولتش معرفی میکند، با حمایت از حوثی ها و تجهیز و مسلح کردن این شبه نظامیان شیعه. از آن سو رهبر حوثی ها عربستان را به بی‌ثباتی یمن متهم می کند از طریق تجهیز شبکه القاعده. می گوید عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری پیشین به القاعده سلاح می داد. رهبر حوثی ها اعلام کرده دولتی که او در صنعا تشکیل می دهد از عربستان دور و به ایران نزدیک تر می شود. حدود نیمی از جمعیت 25 میلیونی یمن شیعه اند در یکی از فقیرترین کشورهای عربی. به نظر می رسد ایران با حمایت اقتصادی و تجاری از یمن به دنبال سود کوتاه مدت نیست. سعیده هاشمی، بی بی سی.